آخرین بازی در نیو کمپ با جشنواره ای از گل برای بارسلونا همراه بود. اونها برای زدن گل اول در این بازی بیشتر از یک دقیقه منتظر نموندند. روی حرکت عالی و ترکیبی بارسایی ها با پاس گاوی، آنسو فاتی اولین گل رو وارد دروازه مایورکا کرد و بازی رو 1-0 به نفع شاگردان ژاوی کرد. گل دوم در همون نیمه اول زده شد. در دقیقه 23 باز هم حرکت ترکیبی عالی از بازیکنان بارسلونا، این بار پاس گل از رابرت لواندوفسکی و باز هم گلزن آنسو فاتی بود و در همون نیمه اول دبل کرد و با این دو گل بارسلونا نیمه اول رو با نتیجه 2-0 به رختکن رفت. در شروع نیمه دوم حملات بارسلونا ادامه داشت و سرانجام در دقیقه 70 روی پاس گل عثمان دمبله، این بار گاوی در نقش گلزن ظاهر شد و با ضربه قشنگ خودش گل سوم رو برای بارسلونا به ثمر رسوند و بازی در نهایت در ورزشگاه نیو کمپ با نتیجه 3-0 تموم شد و در آخرین بازی خونگیشون امسال بارسایی ها جشنواره‌ای از گل رو به راه انداختن و آنسو فاتی هم در کمال تعجب بهترین بازیکن زمین شناخته شد. این بازی گود بای پارتی بوسکتس و جوردی آلوا هم بود. این دو اسطوره بارسلونا بعد از N سال از بارسا قرار جدا بشن و این آخرین بازیشون در نیو کمپ برای بارسلوناه. همونطور که میدونید آخرین فصلیه که اونها در بارسلونا حضور دارن و حتی دیگه بارسلونا تا سال 2024 در ورزشگاه نیو کمپ بازی رو برگزار نمی‌کنه به دلیل بازسازی هایی که برای ورزشگاه در نظر گرفتن. در این بازی هم مطابق معمول این هفته ها لیونل مسی شدیداً از طرف هواداران بارسلونا تشویق شد تا شاید ترغیب بشه و سال بعد در بلوگرانا برای این تیم توپ بزنه. و دیگر نکته تلخ این بازی بعد از خداحافظی بوسکت سالبا مسئولیت شدید بالده بود که گفته میشه تا 8 هفته نمیتونه بازی کنه و یه جورایی پیشفصل سال آینده رو از دست میده. و در آخر مطابق معمول این هفته ها تبریک میگم قهرمانی بارسلونا رو به همه هوادارانش و مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودین. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. من مهدی کبیری، اینجا فوتنیوز و خدایا رو نگهدار همه شما عزیزان.